سبحان الله العظيم وبحمد سبحانه الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين در جلسة قزشت راجع به سوره انسان که نام ديگرش سوره صحبت کردیم و گفتیم که یا چند آیه از این سوره و یا کل آیات این سوره در شأن و منزلت و مقام حضرت زهرا سلام الله علیها و آقا امیر المؤمنین علیهم السلام نازل شده در این جلسه بپردازیم طبق وعده ای که داده بودیم به سوره دیگری که اون سوره هم معروف است و مشهور که در شأن و مقام و منزلت حضرت زهراس در آخر قرآن قرار داره به نام سوره کوسر سه آیه بیشتر ندارد این سوره ولی بسیار پر و پر معناس. بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک کوثر فصل لربک و انحر ان اکا خب یه نگاه اجمالی که به سوره بیاندازیم برای ما تقریبا حدود و محدوده سوره مشخص میشه به نام خداوند بخشنده مهربان ما به شما ای پیامبر کوسر عطا کردیم کوسر چیست در این که معنای کوسر چیه؟ صحبت ها شده است بین آیان مفسرین و اهل لغت بعضی گفتن کوسر به معنای خیر کسیره ابن منظور در لسان العرب میگه که کوسر به معنای زیاده و زیاد شدن است باز خود ابن منظور از زجاج نحوی نقل میکنه که کوسر یعنی مبارک و آخرین عبارتی که و آخرین معنایی که گفتن اینه که نه اینکه کوسر خودش خیر کثیر باشه خیر زیاد باشه نه کوسر چیزی است که از جانب او خیرات فراوان به همه میرسه خب اگر ما یه مقدار خودمون رو در جو این سوره قرار بدیم میبینیم که تمام این معانی با حضرت زهرا سلام الله علیها منطبق خدا با او عظمت و با او جلالت نمیگه من به تو دادم میگه ما میفرماید ما به تو عطا کردیم از چه فعلی استفاده میکنه؟ عطا ما به تو عطا کردیم دادیم اعطا بخششه اعطا اون یکی یه بزرگتر یک کسی که در مقام بالاتره در مقام امتنان به کسی میخواد به او خوبی کنه میخواد به او بهترین نه محبت رو بکنه بهش چیزی میده بخششی میکنه ما به تو بخشش کردیم و دادیم چی دادیم؟ کوسر خیر کسیر برکت زیادتی چیزی که از او همه برکت ها زائیده می شود بعد دنبالش هم دستوره انا اعطینا کل کوثر فصل لربک شکر کن پروردگارت رو حالا این سله چه معنای شکر باشد دعا باشد نماز باشه همش درسته وانحر نحر بکن یعنی شطور قربانی کن یعنی در مقابل این بخشش و این نعمتی که ما به تو عطا کردیم اینقدر با عظمته که باید شطور قربانی کنیم و بعد یک نکته بسیار مهم ان نشان اکه هوال ابتر پیغمبر ما ما در مقام منت گذاری بر تو این نعمت رو به تو داده ایم که اون کسی که داره به تو بدگویی می کند بدگویی تو رو پیش تو و به مردم میکنه او خودش همون صفتی که تو رو به اون صفت یاد میکنه خودش اون صفت رو دارد و معروفه که علامه تبا تبایی هم در تفسیر المیزان آوردن از بین مفسرین شیعه و البته ایشون هم نقل کرده و میگن روایات در این زمینه به نحو مستفیز نقل شده مستفیز اون روایاتی رو میگن که یک درجه درجهشون از روایات متواتری که قطعی است پایین و بسیار درجه بالاتر از روایاتی است که از اونها تعبیر میشه در لسان و کلمات علما به خبر واحد مطلب جای شک توش نیست که شخصی بود به نام آسب نوائل و این شخص می آمد پیغمبر اکرم رو شروع می کرد عذیت کردن مزمت کردن با زبانش حضرت رو آزار دادن از جمله آزارهای زبانی که اون شخص به حضرت میداد این بود که بعد از اینکه پیغمبر فرزندشون قاسم و فرزندشون عبدالله اینها از دنیا رفتند که لقب داشتن طیب و طاهر پیغمبر این لقب بهشون داده بودند اینها از دنیا رفتن و در مکه بودند از حضرت خدیجه هم این دو فرزند به دنیا آمده بودند این می آمد جلوی پیغمبر می ایستاد به حضرت اهانت میکرد میگفت یا ابتر یا به مردم میگفت این مرد ابتر است ابتر چه معنایی داره ابتر رو معنای کردن به اینکه کسی که دنباله ندارد چون معمولا یه نفر که از دنیا میرود فرزند او کارهای او رو یا ادامه میده مشی و طریقه او رو ادامه میده یا اینکه کاری میکنه که مردم به پدرش دعا کنند بالاخره ذکر خیر پدر رو او نگه میدارد این رو این چون این کسی رو دیگه بهش ابتر نمیگن ولی ابتر آلوسی هم در تفسیرش آورده که ابتر کسی است که عقب ندارد پیغمبر اکرم رو خدا مخاطب قرار داد به این آیه که اون کسی که شما را ملامت میکنه و مذمت میکنه میگه تو عقب نداری چون پسرات مردند دیگه بعد تو کسی نیست که راه تو رو ادامه بده یا یاد تو رو بگذاره سر زبانها باشد لذا تو ابتری بدون خودش ابتره من مسلما شانه و اذیت کننده زبانی به تو خودش ابتر است بعد آلوسی خودش در تفسیرش میگه که این آیه دلالت دارد بر این که فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها اینها عقبهای های پیغمبرند ذریه پیغمبر فرزندان حضرت زهران یعنی گویا برای خودش مسلم گرفته که کوسر یعنی کی فاطمه فاطمه زهرا خودش با برکت است فاطمه زهرا خودش وسیله زیادتی نسل پیغمبر است فاطمه زهرا شخصیتی است که از او خیرات به همه میرسد لذا ارز کردیم که علامه مجلسی در بهار الانوار از عبدالله ابن سلیمان نقل میکنند که او گفته من در انجیل در وصف پیغمبر اکرم این گونه خوندم که او نکاح و نسا ذن نسل القلیل انما نسلهو من مبارکت لها با این جملش کار داریم نسل اون پیغمبر از یک کسی است که او مبارکه است مبارکه یعنی وجود بابرکت لها بیتون فل الجنه که اون خانمی که مبارک است خانه ای در بهش دارد لا سخبون فیه ولا نصب تا میرسه به اینجا یو ها فی آخر زمان کما کفل زکری یا امک یعنی ای ایسا اون خانمی که مبارک است را تکفل می کند این پیغمبر در آخر و زمان همون طوری که زکریای پیغمبر مادر تو ای ایسا یعنی حضرت مریم را تکفل کرد. و جالب اینجاست دنبالشم. لها فرخان مستشهدان که مستشهدان برای او دو جوجه است که اونها به شهادت میرسند. کیه دو تا جوجه دارن اونا به شهادت میرسند؟ حضرت زهرا الله کیه که با برکته حضرت زهرا سلام الله علیها الان شما ببینید علامه طباطبایی در تفسیر المیزان میفرماید نگاه کنید در عالم ببینید با اینکه این همه آزار و اذیت به ذریه پیغمبر سادات و فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها در طول زمانهای مختلف داده شده تا حدی که خدا لعنت کند منصور دوانیقی رو در یک شب شست سید و اولاد فاطمه رو توی چاه ریخت توی چاه ریخت سادات و بن زهرا رو داخل جرزه های پیهای دیوارهای قصر سرخ خودش در بغداد میگذاشت گفت اینا دشمنان منن اینا باید نستشون از رو زمین برداشته بشن با اینکه این همه آزار و اذیت نسبت به سادات و های حضرت زهرا سلام الله علیها شده اما میبینید که الحمدلله برکت های حضرت زهرا از از نظر عدد و میگد تنها نسلی است که هنوز نتونسته کسی منقرضش بکنه نسل پیغمبر است از فرزندان حضرت زهرا این از جهت عدد فرزندان و از جهت برکت معنوی الله اکبر کدام بانویی در عالم فرزندانی چون امام حسن و امام حسین علیه السلام داشته که اینها بتوانند عالم را از فیض وجودشون و معنویت وجودشون بهره مند کنند و بعد از امام حسین فرزندان امام حسین امامان ما یکی پس از دیگری تا برسد به زمان ما حضرت ولیه است که از برکت معنویت وجود مبارک حضرت ولی اس علیه الصلاه و السلام و عجل الله تعالی فرجه و شریفه که ما الان داریم نفس میکشیم به تعبیر مرحوم خاجه نصیر الدین توسی در کتاب شریف تجرید الاعتقادشون ایشون میفرماید به یمنهی روز قلورا و به وجودی ثبتت الارض و سما به برکت وجود امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف همه دارن روزی میخورند همه دارن نفس میکشند کافر و مسلمان مشرک و ملحد همه ریزخور خانه با برکت و پرفیزه فرزند حضرت زهران لذا ما در یکی از روایاتی که در رابطه با وجود نازنین حضرت ولی یعص ارواح و و الله تعالی فرجه الشریف هم رسیده از پیغمبر اکرم میخونیم که پیغمبر میفهمند المهدی حق حقون و هو من ولد فاطمه که همونجا تو بعضی از جلسات ما گفته ایم چرا پیغمبر میفرمایند مهدی از فرزندان فاطمه است یک علتش اینه که بفهمانن فرزندان من امامان از نسل منن و فرزندان من از نسل فاطمه پس مهدی از فرزندان فاطمه است لذا از نسل منه یک دوم این که حضرت برسانن این مطلب رو به مردم که همانطور که فاطمه مبارک است فرزندان او هم با برکتن چرا مهدی از فرزندان فاطمه است حق است و از فرزندان فاطمه یعنی این که مهدی من با برکت است برکت از مادرش فاطمه گرفته خدایا از تو می خواهیم برکت وجود نازنین حضرت زهرا سلام الله علیها را بر ما نازل بفرمایی و ما بتونیم از لحظه لحظه های عمرمون استفاده کنیم از کجا برکتش رو بگیریم از وجود حضرت زهرا سلام الله علیها خدایا از برکات حضرت زهرا برکات فاطمیه ما رو دور نفرما ما رو محروم نفرما و به برکت حضرت زهرا برکت در زندگی عمر علم لحظات آنات ما عنایت کن السلام علیکم ورحمه الله سبحان الله العظیم و سبحان الله العظیم و ولا